به هیچ توافقی با ایران مقید نخواهیم بود. این آخرین اظهار نظر نفتالی بنت است، نخست وزیر اسرائیل، همزمان با اشاره یک دیپلمات اروپایی به مذاکرات هسته‌ای در وین. در مورد مذاکرات هسته‌ای در وین قطعا نگرانیم. برای من مهمه که در اینجا به صراحت و بدون ابهام بگم اسرائیل طرف قراردادها نیست. اسرائیل ملزم به اون که در قراردادها در صورت امضای اونا نوشته بشه نیست. اسرائیل آزادی عمل نامحدود رو در همه جا و همیشه حفظ خواهد. تمام این کشمکش های کلامی ایران و اسرائیل فعلا به یک نقطه ختم می شود. مذاکرات وین. تهران میگوید به دنبال بالا بردن توانایی هسته‌ای است، آن هم برای مصارف صلح‌آمیز. اسرائیل و مخالفان جمهوری اسلامی اما این ادعا را باور ندارند. تل‌آویو میگوید به استناد گفته‌های مقامات جمهوری اسلامی، حکومت ایران به دنبال نابودی اسرائیل است. بر روی موشک‌هایش مرگ بر اسرائیل می‌نویسد و برای نابودیش روز شمار می‌گذارد. به حماس و حزب الله سلاح و پول می‌دهد. اظهار نظر نخست وزیر اسرائیل اما در حالی است که تنها روسیه به روند مذاکرات هسته‌ای امیدوار است. فرانسه، انگلیس و آلمان برخلاف مسکو هنوز نگاه مثبتی به آن ندارند. پیش از شروع این دور از مذاکرات هم البته امید چندانی به این گفتگوها نبود. رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، مذاکره با جمهوری اسلامی را به پرواز در آسمان مهالود و احیای توافق را به زنده کردن یک جنازه تشبیه کرده بود. بعضی از کارشناسان معتقدند اسرائیل بیشتر از این نگران است که سرعت پایین مذاکرات در وین با پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران همخوانی ندارد. آمریکا هم میگوید در این صورت شاید در مورد توافق با ایران به کلی تجدید نظر کند. همزمان با افزایش نگرانی‌های تل‌آویو، اسرائیل در هفته‌های گذشته با خرید جنگنده و هواپیماهای سوخت‌رسان آماده عملیات نظامی به ایران شده و ارتش این کشور هم در آماده باش کامل است. در این سوی ماجرا اما خامنه‌ای از نگاه برخی از ناظران چرخشی کم سابقه داشته. کسی که روزی هر گونه توافق با آمریکا در مسئله هسته‌ای را خیانت می‌دانست. یا مثلا عدم تسلیم در برابر دشمن مستکبر، این جزو اصول انقلاب، تسلیم نباید شد، زورگویی دشمن رو نباید تحمل کرد. اینی که ما با دشمن یه وقتی مذاکره کنیم، صحبت کنیم، من باب مثال، این یه حرف دیگه است. تعامل کنیم، این یه حرف دیگه است. صحبت‌های تازه رهبر جمهوری اسلامی شاید تأثیر مستقیم بر روند مذاکرات در وین داشته باشد، اما در این حال موجب شده رقبای منطقه ایران آماده تر از همیشه برای یک رویاروی نظامی شوند. آنچنان که بسیاری معتقدند اسرائیل فارغ از نتیجه مذاکرات و آنچه که در وین می‌گذرد، شاید راهی جز رویاروی مستقیم با جمهوری اسلامی نمی‌بیند. رضا مبین، واشنگتن دی سی.